خب constructor یا سازنده specifies in its parameter list the data it requires to perform its task. پارامتری که میگیره اون پارامتری که قراره به متغیرهای عضو اون کلاس تخصیص داده بشه معمولا. اینا رو توی پرانتز بهش میدیم و constructor یا از طریق به اون شکلی که من نوشتم یا از طریق member initializer list اون که با دو نقطه نوشتیم یه دو نقطه میذارید بعد هر متغیر رو توی پرانتز نوارش میذارید کاما متغیر بعدی الان خب اینا رو با دو نقطه جدا میشن اینجا هم همون توضیحات دیگه member initializer consists of a data member's variable name اسم متغیر followed by parentheses با پرانتز داخل پرانتز هم که نوارش مثلا اینجا کورس نیم رو این کار کرده بودیم اگه چند تا داشته باشیم با کاما از هم جدا میشن اگر سازنده ای داشته باشیم سازنده ای داشته باشیم که هیچ پارامتری را نگیرد چون میشه بیش از یک سازنده داشت 10 تا 20 تا کلاس هایی داریم مثل کلاس مت توی اوپن سی وی 24 تا سازنده فکر کنم داره 24 تا تابع سازنده داره این ماتریس که فکر می‌کنید خب یه طول عرض بیشتر نداره ولی 24 سازنده داره تابع سازنده هر چی پارامتر اون کلاس زیاد متغیرش بیشتر باشن تابع سازنده تو میتونه بیشتر باشه مثلا یه تابع سازنده هیچ پارامتری نداره یکی فقط یه متغیر رو میده یکی دو تا شو میده یکی سه تا شو میده اینا میشن تابع سازنده متفاوت بعدا خواهیم گفت ما تابع مخرب هم داریم مخرب هم داریم که یه دونه است چون نه دیستراکتور کانستراکتور به چند طریق میشه لیوان رو ساخت به تو هر کار خونی خط تولید یکی یه جوری میسازه ولی برای خراب کردن شما یه نفر کافیه درسته؟ برای کنن مخرب کنن خراب کردن ساده تر ساختن برای تخریب یه دونه تابع بیشتر نداریم ولی برای ساختن میشه چند تا باشه خب این نداشت میشه همشون به مقدار اولی صفر مقدار میدید نه خودش برای متغیرهایی که کلاسی هن این کار میکنه مثلا استرینگ این کار میکنه ولی برای این تو فلوت این کار میکنه خب اینجا هم اینو توضیح داده گفته کامپایلر implicitly implicit explicit اینجا اومده implicit یعنی زمینی خودش به صورت زمینی یک تابع سازنده میسازه اگه شما نسازید تابع سازنده پیش فرض رو خودش این کار میکنه زحمتش براتون میکشه و چون تابع سازنده اتفاقی که میفته اگر متغیرهای شما کلاسی هن شیء ان آبجکت هن آبجکت ها تابع سازنده شون فراخوانی میشه اگر آبجکت نیستن این تو فلوت اینا هستن اینا هیچ کاری براشون نمیشه خیلی اینجا دیگه نکته جدیدی نداره اکسپلیسیت که گذاشته بودیم اکسپلیسیت در مقابل ایمپلیسیته ایمپلیسیت در واقع به صورت زمینی خود کامپایلر میسازه اگه ما بخوایم بسازیم میتونیم اکسپلیسیت رو قبلش اضافه کنیم ولی اضافه هم نکنیم اشکالی ندارد من خودم تا الان تابع سازنده که اکسپلیسیت قبلش بذارم تجربه ندارم چون سالی که برنامه نویسی میکنم برنامه خیلی مهم نیست یه سری از این اینه چی ازم بودن مرچه هست مرچه بالداره اینا توی کتاب دیتن زیاد هست و مثلا یا ارور پریونشن جلوگیری از خطا توضیح میدیم که حتما شما تابع سازنده داشته باشید خوبه نه خوبه دیگه بکنه خیلی به اصطلاح بعضیش خوشحاله بعضیش ناراحته software engineering observation data members can be initialized in constructor or their values may be set later میتونید با تابع سازنده پر کنید میتونیدم با تابع set و تابع setی که نمیشتیم ولی خب متداول اینه که هر دو رو داشته باشیم ابتدا با تابع سازنده کار کنیم بعدا اگه لازم شد با ست اینا رو تغییر بدیم یه نکته مهم دیاگرام UML کلاس هاست فقط در حالت جهت اینکه این شمای کلی از هر کلاس داشته باشیم توی خود ویژوال سی هم UML رو میکشه Unified Modeling Language برای یک کلاس شما با این دیاگرام میتونید بفهمید چه چیزایی توش هست فقط برای اطلاع مطلبتون کلاس هست میتونیدشونشون نکنید مثلا از این کلیمیتر یه تابعه و
درسته؟ عنوان یک قبلش گذاشته برنامه و اینا به اصطلاح اسم تابع اینه که برنامه اومدن تابع هم اینا این تابع این هیچ پارامتر ورودی نداشته من اینکه پرسه پرویش استرینگ این ورودیش استرینگ این کانستراکتور گذاشته این تابع کانستراکتور این هم که متغیره که با علامت اینها اومده برنامه نداره فقط جهت اینه که شما یه شمای کلی از کلاس رو شو بیدید کلاس من شمای چه چیزهایی آنی دکتر این که باید هست یه نکته جالب و کاربردی اینه که ما کلاس رو معمولا توی اون فایلی که مین ما توش هست نمیگذاریم معمولا کلاس رو جدا میدونیم توی فایل جداگانه مثلا در اینجا gradebook.h و gradebook.cpp یا همش میتونه توی یه فایل باشه gradebook.h یا اگه میخواید تفکیک کنیم gradebook.h gradebook.cpp برای اینکه بعدا توی پروژه دیگه بخوایم از این استفاده کنیم فقط همین فایل رو یا این دو فایل رو کپی کنیم پیست کنیم دیگه نیاز نباشه از نو بنویسیم محتویات این فایل رو separate file for reusability reuse یعنی چی؟ استفاده مجدد توضیحش همین بود دیگه حالا انگلیسی هاشو بخونید انگلیسیتون قوی میشه الان بهتون نشون میدم آره دیگه اینکلود باید بشه دیگه درسته مثل شما الان آی او استریم رو اینکلود میکردید استریم رو اینکلود میکردید الان باید چی اینکلود کنید مثلا گریت بوک دات اچ ذاتی ندید اسم فایلی که خود شما ساخت باید اینکلود بشه خب Each of the previous examples in this chapter consists of a single .cpp file. خب تا الان پروژه که داشتیم هاشون یه تک فایل بود یه فایل سورس داشت ولیکن توی پروژه object oriented ما معمولا برای هر موضوعی یه فایل جدا داریم مثلا پس کنید یه سری تابع و کلاس هایی دارید میخوان به دوربین وصل بشن حالا کارهای خودمون مثال میزنیم این میتونه توی فایل جدایی باشه یکی هست نه میخواد تابع مثلا شبکه عصبیتون خوش هست این میتونه توی کلاس دیگه باشه یکی هم دارید که پردازش تصویر انجام میده تصویر مثلا سیاسفیل میکنه این هم میتونه توی فایل های جداگانه ای باشن میدید یه پروژه شما مثلا 20 فایل 30 فایل 50 فایل این دفعه آماده میشه و خیلی هم خوبه به دلیل این که اولا زمان کامپایلتون کوتاه میشه چون فایل هایی که یه بار کامپایل شدن دوباره تغییر نکنن کامپایل نمیشن چون 50 تا فایل CSV دارید یکیش تغییر میدید همون یکی کامپایل میشه جداگانه چون اونا قبلا کامپایل شدن فایل آبجکتشون موجوده ولیکن اگر که توی فایل باشه هر دفعه کل فایل باید کامپایل بشه زمان کامپایل توی 50 برابر میشه دوم این که میدونید تکلیفتون روشنه دنبال تابع مرتبط با دوربین میگردید میدید توی فایل کامرا دیگه نمیدید توی همه فایل سرچ کنید بالا پایین کنید بذار این رو هم داشته باشید با اینکلود اینجا هم ذکر شده با اینکلود اینا رو باید اینکلود کنیم توی این مثال این کار انجام داده البته اومده گرید بوک رو توی یه فایل گذاشته کلا یه فایل گرید بوک دات اش داریم که کلا اون کلاس گرید بوک فقط داخل این هست چیز تازه عوض نشده فقط یه نکته ای که اینجا فرق کرده با قبلی اینه که توی فایل هدر using namespace استفاده نمی کنیم چرا؟ بعدا یکی این فایل هدر شما رو اینکلود میکنه نمیخوادم اون namespace رو using کنه تقریبش چیه؟ اصلا نمیتونه کلا این مزیت نیم اسپیس کنار گذاشته میشه همین توی فایل هدر ما یوزینگ نیم اسپیس استفاده نمی کنیم نه اینکه اجازه نداشته باشیم برای که به صورت قراردادی این کار رو نمی کنیم همشون رو STD شو گذاشته STD دو نقطه دو نقطه string STD دو نقطه دو نقطه string یا CIN و COT همشون STD ها رو گذاشته چون توی فایل هدر بعد توی برنامه اون چه چیزی عوض میشه یه قطع اینکلود اضافه شد اینکلود gradebook.h بقیهش تفاوتی نکرد خب اینجا همونی که گفتم با خط قرمز میبینید headers should never contain using directives فایل های header should never هرگز نباید should آورده یعنی اینکه بهتره در واقع حالا نظرش چیه بهتره که هرگز شامل یوزینگ نباشن و ارزم بزرگتون که
contain using directives or using declarations. ببخشید using directive or using declaration دو تا شکل دیگه directive هم بهش میگیم declaration هم میگیم البته یه فرقی که داره using namespace std or حالا یکیش میگه دیرکتیو یکیش میگه دکلریشن یا اعلان. خب باید گفته حتما اینکلود کنیم اون فایل رو برای اینکه کامپایلر ما بدونه در واقع چه مقدار از حافظه باید برای اون کلاس تخصیص داده بشه. خب اینا رو به دیگه دیگه خیلی اینا خیلی به ما حقیقتش به عنوان برنامه نویس درگیر نیستیم داخل چه مشکلات اصطلاح فقط ببینید کامپایلر گیتس آنلی وان کپی آف دکلر از ممبر فانکشن تو ممکن ده نمونه از یه آبجکت بسازی اینطوری نیست برای هر ده نمونه ثوابت جلوگاهش تولید میشه تو موضوع ثوابت یکی شما ده تا ثوابت داره کلاس شما اگه قرار بشه برای مثلا اشیایی که از این کلاس می‌سازید به جای هر کدومشون این ده تابه ساخته بشن بیان توی رم کل حافظه اشغال میشه ولی که این یه دونه می‌سازه چون تابش که فرقی با هم نمی‌کنن یه دونه می‌سازه برای همه همون تابه رو استفاده می‌کنه فقط پارامترهاشون ورودی خروجی‌هاشون عوض میشن بنابراین فقط چیزی که عوض میشه ممبر وریبل ها باز تولید میشن مثلا اگه 50 تا متغیر عضو کلاس هست بعد شما 50 شی هم درست کنید 50 تا 250 تا متغیر توی رم کپی میشه چون هر شی فرقش با اون شی توی چیه توی متغیرهاش از کارکرداش با هم فرق نمی کنه فرق کردیم کارکرداش دقیقا مثل همه این تابع اگه مساحت حساب میکنه برای اون شی هم مساحتش رو حساب میکنه برای این شی هم مساحتش رو حساب میکنه ولی طول عرضه این با طول عرضه اون با هم فرق داره لذا متغیرهای عضو کپی میشن ولی که متدها کپی نمیشون اینا رو ازش عبور کنیم خب اینجا هم باز یک نکته کلیدی دیگه داره که من به همه خروجیش برسم بهتون توضیح بدم وقتی من کل کلاس رو بیارم توی یه فایل هدر برای ریوزبیلیتی برای استفاده مجدد یه اشکال مهم وجود داره من یک کتابخونه نوشتم نشستیم 3 ماه 4 ماه روش وقت داشتیم یه فایل هدر رو یه فایل سی پی آماده شده باشه پروژه لانچ کردیم حالا می‌خوام اینو بدیم به یکی دیگه اگه من این فایل هدر رو بدم به یکی دیگه چه اتفاقی میفته اون کل اطلاعات ما رو داره دیگه کل زحمت ما پیش مال به اسم خودش بخواد بفروشه کسی دیگه ای بده این کارو میتونه بکنه درسته چون تغییر میده دیگه اون بالاش رو تغییر میده اسمش عوض میشه تاریخ مودیفیکیشنش هم عوض میشه بعد میده به یکی دیگه ما هیچ کلیمی نمیتونیم بکنیم که اینو ما نوشتیم عنوان فروشنده اولیه توی صنعت نرم افزار باز توی ایران اصلا اینا نمیشه حساب کرد که بله مثلا دیگه ما به این اعتماد میکنیم آدم خوبیه برای این بهش میدیم اینم به کسی دیگه نمیفروشه خیلی خوب میفروشن یه آب آموش میکنن یه برای اون قیمتی که شما بهش بگفتیم بگید این میکنیشه اولی شما باید جلوی این موضوع رو بگیم چی میشه گرفت اولین کاری که میکنیم اینه که ما هدر رو
جداگانه تعریف میکنیم، سی پلاس پلاس شد جداگانه. اینجا ببینید من کلاس گرید بوک رو اینجا دوباره تعریف کردم. همه مفاهیم که توی کلاس گرید بوک بود اینجا تعریف شده. یعنی من یک کانستراکتور داشتم، یه تابع ست کورس نیم داشتم، یه تابع گت کورس نیم داشتم و یه تابع دیسپلی مسیج، یه متغیرم داشتیم. خب این چهار تا تابع اینجا ببینید بدنشون اصلا نیاوردیم، چی هم فقط فهرستش اومده، درسته؟ اسامیش اومده، داخلش معلوم نیست چه خبره. بدنش رو میبریم توی فایل CPP. چجوری این کارو میکنیم؟ به این صورت. الو اینجا یه فایل gradebook.cpp تعریف کردیم، include میکنم gradebook.h رو. توابعی که اونجا تعریف شد، define شده بود، اعلان شده بود، اینجا تعریفش رو میکنم. مثلا تابع سازنده، برای اینکه بگیم این تابع مال اون کلاسن، حتما باید قبلش بنویسیم gradebook دو نقطه دو نقطه. فهمید کردیم؟ gradebook دو نقطه دو نقطه یعنی چی؟ یعنی این تابع مال این کلاس بود. این پیاده سازی ما مال کیه؟ مال همون تابع اول اسلاید قبلیه. مثل اون. بقیش فرق نکرده دیگه، همون بدنه است، همین امبرینشالیزیشنشه که این نیم بکنه میشه توی این ست کورس نیم. اونم به همین ترتیب، اینجا فقط این تیکه اضافه شده. به همین ترتیب در ادامهش گت کورس نیم اونم میبینید که این تیکه اضافه شده، دیسپلی مسیج هم این تیکش اضافه شده. حالا دو فایل داریم، یه فایل هدر که فقط فهرست توابطش بود، یه فایل CPP که بدنه توابطش هست. حالا چه کمکی میکنه؟ شما کامپایل میکنید به صورت لایبرری. وقتی لایبرری کامپایل کنید، این کد سی پلاس پلاستون تبدیل میشه یه فایل لیب، یه فایل باینری، یه فایل کد ماشین. به مشتری فایل هدر رو میدید و فایل لیب رو میدید. مشتری بهش به سی پی پی شما دسترسی نخواهد داشت، نمیتونه بفهمه شما چیکار کردید، چی نوشتید، تغییرات بده به اسم خودش کنه. درک کردید؟ یا حالا یا لیب میکنیم یا دی ال ال. لیب استاتیکه، کتابخونی استاتیکه، دی ال ال کتابخونی دینامیکه. که دی ال ال مزایای نسبت به لیب داره که حالا بعدا بهتون خواهم گفت چی میشه دی ال ال ساخت. بله لیب کامپایل شده اینه، اون کامپایلش میکنید تبدیل میشه به کد ماشین، یه فایل با پسند لیب که اون بازش کنید هیچی از توش معلوم نیست، صفر و یکه. یعنی اینو دیگه نمیتونه تغییر بده توش. شما خیلی براحتی میتونید کلیم کنید که این مال من بوده، به اصطلاح میتونید توش واترمارک خاصی قرار بدید و بعد بگید که بله اینو اگه فایل اگزش رو باز کنید تو این لوکیشن نگاه کنید نوشته آدرس شرکت ما مثلا. ببینید که مودیفای نمیتونه بکنه، اگه توش پیامی گذاشتید، مسیج باکسی گذاشتید، اسم و رسم خودتون اومده، این نمیتونه تغییرش بده. لذا یک لول امنیت کار شما بالا میره، در واقع میتونید تا یه حدی خاطرجمع باشید که 90% کاربران شما دیگه نمیتونن اینو دوباره بفروشن یا استفاده بگیرن. بله بله هست دیگه، هکرها کارشون همینه دیگه. آره دیگه اون 10% گفتم اونا. ببین صفریه که ولی میشه دیکامپایلش کرد، تبدیلش کرد به کد اسمبلی، بعد از روی اون تغییراتی داد دوباره کامپایلش کرد به اختیار خودمون. خب تا اینجای کار رو امیدوارم متوجه شده باشید. امیدوارید شما سرتون که سود نکشید. مطالب ساده است ولی کن نیازمند تمرینه، چیزی پیچیده ای نداره دیگه. تابع رو میشناختید، متغیرم میشناختید، حالا یه چیزی اضافه شد، یه دو نقطه چهار تا نقطه اضافه شد. Common programming error، خطای متداول، ناراحته. When defining classes member functions outside that class omitting the class name and the scope resolution operator. اگر وقتی دارید یه تابع کلاسی رو توی فایل CPP تعریف میکنید، اگه یادتون بره اسم کلاس و این چهار تا نقطه، خطا میده. دقت کردید؟ خطا میده، میگه که این تابع بدنش تعریف نشده. به معنی تابع جداگانه میشه اصلا. تابعی که عضو اون کلاس نیست. خب حالا به این دو تا فایل میگیم اینترفیس و ایمپلمنتیشن. اینترفیس یعنی رابط کاربریش، هدرش، فهرستش.
ایمپلمنتیشن یعنی بدنه اون توابع. این اینترفیس رو از ایمپلمنتیشن جدا کردیم. اینکلود باید انجام بشه. بله خب بینم که دیگه نکته خاصی بخش نداره. ایمپلمنتیشن پیاده سازی. خب حالا نهاییش رو اجرا کنیم. سه 13 رو با هم ببینید که ببینید در عمل چه اتفاق میفته. سه 13 سه 11 تا سه 13 ببینید اینجا من اینا رو کپی میکنم، این دوتا رو به پروژه هم اد میکنم. این پروژه سمپل 2 اد اگزیستینگ آیتم. اد existing item یعنی چی؟ یه آیتم موجود رو اضافه کن. اون رو اینجا پیست میکنم. این دوتا رو اضافه کردم. حالا یه گرید بوک دارم، فایل هیدر فقط شامل اینترفیسه، درسته؟ همین چند تا تابلو اسم متغیرها و یک فایل سی پی پی داریم که پیاده سازیش هست. حالا اینجا ما لیب نمیخوایم بسازیم، لیب و دیلل رو یه وقتی جداگانه براتون توضیح خواهم داد. و اون فایل آخریش هم که دیگه من کپی پیس میکنم محتویاتش رو توی مین، که مین ما اینجا سمپل 2 هست. کنترل A کنترل V. خب لازم کنید که مین ما کوچیک شد دیگه، اون کلاس رو که تعریف شد اینجا برداشتیم مین ما کلا کوچیک شد. در عوضش دو تا فایل به پروگرامون اضافه شد، یه فایل gradebook.h یه gradebook.cpp. و اگر نمای کلاسیش رو ببینید، کلاس ویوش رو ببینید، کجاست کلاس ویو؟ اینجا نیست کلا، اینجا باید ببینید کلاس ویو. ببینید که کلاس ویو یک gradebook داره که این چهار تا تابع داره و یه متغیر داره. global function هم که یک function main داره. این هم نمای کلاسیش هست. اضافات رو من میبندم، مال ما نیست برم. حالا سمپل دو رو اجرا میکنیم، میبینید که به خوبی داره کار میکنه. بعد سی دی فیکس رو دوباره یادم رفت اینجا اضافه کنیم. اولین اینکلودتون باید این باشه. سی دی فیکس دات اش رو گفتم برای توی کامپایل هیدر هاست باید هم ارور داره. خب اینم لازم داره دیگه. یا باید بگید که من از توی کامپایل هیدر ها نمیخوام استفاده کنم، یا اگه استفاده میکنید هیدر هایی که توی این فایل تعریف شدن از وقت کامپایل خواهند شد و آماده میشن برای بهبود سرعت برنامه در حال اجراست، چون از دفعه قبل هنوز بسته نشده. سامپل دو دیتیل سامپل دو دات اکس کلان دیگه باشیم یه بار دو بندم یه بار و دوباره اجرا کنیم. ممکن اینجا نحوه کامپایلش رو نشون میده. کامپایل لینکیم یه گریدی دات اکس داشتیم، یه دات اکس داشتیم، یه مین داشتیم. مین ما این دوتا این گیرده کنید، این دوتا اکسپلیت شده. کامپایلر باید این دهید یه کامپایل میکنه، باید این دهید یه کامپایل میشه. یه آبجیکت داریم تشکیل میشه، یه آبجیکت داریم درست یه فایل او بی دیه یه کدومانشون برای سی پی دیه تشکیل میشه، یکم برای این فایل مین ما تشکیل میشه. یه فایل آبجیکت هم دارید داریم دربوری هایی که اینکلیت کردیم دربوری هایی کم دارید. اینا همشون با هم یه لینک میشن که یه فایل اگزه که استفاده میکنید به فرمول باشید. باز میگم اینها خیلی ما درگیرش نخواهیم شد. ولیدیشن ببینید یه مزیتی که جدا کردن اینترفیس از مثلا ایمپلمنتیشن داره اینه که ما اگه ایمپلمنتیشن عوض کنیم، مادام که اینترفیس عوض نشده، کاربر نهایی نیاز نیست چیزی رو عوض کنه، کد خودش رو درسته؟
چون فقط با اینترفیس ما کار داره، از تابع ما کار استفاده کنه، کاری به پیاده سازی ما ندارد. شما مرتب دارید کتابخونه رو آپدیت میکنی، منتها اونی که داره از این استفاده میکنه توی خودش هیچ تغییری نمیده. میگید آقا اون لیب قبلی رو بردار، اینو جاش بذار، مثلا سرعتش دو برابر شده. فقط یعنی به همین سادگی. یعنی یه مزیت خیلی خوبه برنامه‌نویسی ماژولار و شیگرا هست که میگه مادامی که since the interface of the class remains unchanged، مادامی که اینترفیس عوض نشده است، clients of this class، اونایی که دارن از این کلاس استفاده میکنن، مشتریان این کلاس، need not be changed when the definition of member function set person is modified. مادامی که اینترفیس عوض نشده، ما اگه محتویاتون تابع رو عوض کنیم، کلاینت های ما، مشتری ما نیاز نیست چیزی رو تغییر بدن. مثلا اینجا میخوام حالا یه تغییری بدیم با اون اینکه توی تاب ست اینجا داره اون کارو میکنه، همون توضیحی که داشتم میدادم که ممکنه پارامتر این سطح فرق به سطحن به عنوان اسم به عنوان آقایی به این ست پرسنه یه از به این به عنوان بردی اومده، ما اولا چک میکنیم که طولش کمتر از 25 باشه، نگه دا سایز سایز یه تابع یه حوض کلاسه کلاسه استرینگ نیم خودش از چه نویه؟ همین استرینگه نیم دات سایز میشه سایز میشه تابعی از کلاس استرینگ سایز چی اونا میده؟ خودش رو برنس به کرکتر میده نیم ما کرکتر. خب اولا شما اگر قرار که نام شما بیشتر از اسم کرکتر نداشته باشی اینجا میتونی چک کنی دیگه کمتر بکنی 25 نام خود با بزا میگم که اگر کمتر باشه 25 خود اگر بیشتر از 25 میگم که سنشه اولش رو میگیم بقیهش رو دور میدیم پس به تیپ های در حالی خود دفعی کنیم کار کنیم ما برای نام سنش کونه بیشتر نداره نباید میشیم سنش رو بیشتر رو حفظ کنیم اما اینجا میگیم که سنشه اولش رو میگیم نیم دات سابستیار سابستیار تو سی دستی نداشتیم نداشتیم درسته؟ سابستیار الان مال کیه؟ مال کدوم کلاسه؟ این مال کلاس استرینگ دیگه چون از نیم داریم نیم داد سابستیار اینا همشون مزایای برنامه‌نویسی شیگرا هست دیگه. ما قبلا هم چیزی نداشتیم شما برای رشته باید تابع از بیرون مثلا میگفتیم استیار کپی چه میدونم استیار ان سی پی وای بعد اون 25 اول با استیار ان سی پی وای کپی می‌کردیم بعد اون کی رو مثلا میگفتیم تو این کی دیگه یک مقدار کارهای اضافی لازم بود ولی که اینجا لازم نیست بگیم نید و تصاب سیار صفت و 25 بگیم از خونه صفت 25 کرکتر رو بخون بریز توی کورس نید بزا اگر طرف وارد کنه سید علیرضا مرتضی مقدم اصل کرمان این همون سید علیرضا مرتضی مقدمش رو کپی میکنه درست شد؟ بقیهش کپی نمیکنه و بعد اینجا یک ارور هم میدیم میگیم که سی ارور مثل سی اوته تو خروجیش خروجی استاندارد ارور آوتپوت ما میتونه متفاوت باشه با استاندارد آوتپوت بشه پیش فرض همشون کنسوله اینپوت ما هم از کنسوله آوتپوت ما هم کنسوله ارور ما هم کنسوله ولی میشه اینا رو ریدایرکت کرد ارور ها مثلا توی فایل نوشته بشه یا توی دیگه سی ارور بس مثل سی اوت بگیم که نیم اکسیدز ماکسیمم لنس لیمیتینگ کورس نیم تو فرست 25 کاراکترز یه طول نامی که ارائه داده بودید از 25 بیشتر بود 25 اولش میرفتیم در نامه دیگه بسته نمیشه خطای بحرانی هم نیست حالا استفاده اشتباه از طول نام شده بوده اینو بهش میگیم ولیدیشن اعتبار سنجی پارامترهای ورودی این اگر کورس نیم رو از بیرون میخواست کنیم مثل gatebook.coursename مساوی فلان دیگه نمیتونیم کار رو بکنیم نمیتونیم چک کنیم که اون نامی که اومد 25 تا هست کمتره بیشتره ولی اینجا چون تابع داخل کلاس هست میشه جلوی این جور خطاها رو گرفت
خب این هم به عنوان آخرین مثال، مثال 3.16، انشاءالله بقیه بحث باشه برای جلسه آینده. البته نکته دیگه هم باقی ماندهش نداره، مثلا مثال زده اینجا اون که پروگرامینگ از امین به بعد هست خواهد شد، وقتی که چاپ میکنه هست میشه که این به خودتون دیگه انجام بدید، که ما در واقع این استرده چپتر 3 رو رد کنیم. خب سوال ندارید؟ بچه چون